بسم الله الرحمن الرحیم. گران هیوادوالو السلام علیکم. ډیر خرغلاست افطاری خبرونه ته نن د روژې مبارک میاشت ولسم ورسه. خدای مو ټول عبادتونه روژې او صدقات مو قبول شي. زه حفیظ محمدی له خپل ګران همکار سره مریم جان سره تاسو سره یو سات کې ملیو. مریم جان سلام، انشاءالله که ساعتمند هستی. سلام، شامت بخیر. روز بخیر گذاشتم. تشکر، زنده باشی. سلام به همه هموطنان مهربانمون. در ماه پرخیر و برکت رمضان براتان قبولی طاعات و عبادات را از خداوند آرزومند هستیم و باز هم در برنامه افطاری مهمان سفره های افطار شما هستیم و پول و کمکی که در برنامه امشب جمع‌آوری شده برای دو خانواده اختصاص داده شده تا بتونیم از طریق این فصل برنامه افطاری که خب خانواده‌هایی کمک میشه که کودکان بیمار دارن و بیماریشان به حد جدی است که ضرورت به تداوی دارن و با مساعدتی که در برنامه افطاری به فامیل‌ها میشه امیرا میخواهیم که خب خانواده ها بتونن کودک های خود را تداوی کنن. بله، امروز ما دو فامیل خود داشتیم در لابلای پروگرام که با دو کودک نازنین مساعدت صورت خود گرفت و انشاءالله که زندگیشان حیاتشان با این کمک ها نجات پیدا خود کرد و لطف و مرحمت خداوند بزرگ. انشاءالله ما را همراه باشین و در این لحظات بیاین که برنامه افطاری را و دوستایی که ما را بیننده هستن لحظات مبارک بسازیم با آیات از کلام الله مجید. بله، یک جا با شما میریم، گوش جان میسپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید به صدای قاری عباد الرحمن. یک جا با شما بفرمایید قاری. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هو إلا ذكر لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاء لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاء
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم صوت الشكر قاري صاحب لطف كدين زنده باشين ما شاء الله زنده باشين خب مريم جان بله و نوبت رسید به مهمان عزیز ما بله مثل هر شب امشب هم در برنامه مهمانی داریم مهمان امشب ما یک تجارت پیشه با تجربه هستن شخصیت خیرخواه و مردم دوست و یکی از الگوهای تجارت خانوادگی در افغانستان مهمان من آقای محمد اسماعیل غزنفر چهره شناخته شده ملی و بین المللی در عرصه تجارت و رئیس اجرایوی غزنفر گروپ و رئیس عمومی فدراسیون اتاقهای افغانستان دعوتشان میکنیم تا به استودیو افطاری تشریف بیارن و با زندگی و کار برنامه‌شون آشنا شد. سلام علیکم. خوب هستین؟ شما خیر هستین؟ خوش اومدید. سلام علیکم. شام بخیر. شکر. شام شما بخیر. زنده باشین. قدر فرصت بازی که وقت گذاشتین مهمان ما شدین. شکر از خداوند برادر بزرگ ما را مغفرت کنه. یک سال بسیار سخت بود برای شما، برای خانواده‌تان. یک سال سخت برای کل افغانستان و جهان بود. متأسفانه از پندمی کرونا تا بالا میدامه داره. دیگه بسیار خوش آمدین به پروگرام رمضان چطور میگذره؟ الحمدلله بسیار خوش میگذره بسیار عالی اصلا امسال نفهمیدیم رمضان چطور گذشت دقیقاً و در حال گذشت به گفته شما کاملا متفاوت بود از سال گذشته کرده هوا بسیار خوب است در کابل و اما قوت قدرت جسمی و فیزیکی هم هست و بسیار به خوبی میگذره بله و خب آقای غزنفر از مهمانانی هستن که ما سالهای قبل هم داشتیم شان در برنامه افطاری و امسال هم اقبالی را یافتیم بله، که با ما باشه. بله، همکار همیشگی برنامه افطاری است. بله، تشکر که دعوت ما را قبول کردین. خب از تاثیر کرونا بگوین و خب این روزا اولین سوالی که از کل مردم پرسیده میشه میگن واکسین میگیرین نمیگیرین شما واکسین شدین یا نه؟ ما واکسین گرفتیم. هر دو دوز تکمیل گرفتین. این دیره گرفتین غزنفر صاحب؟ نه چینایی. چینایی گرفتین؟ چیزی که اویلیبل بودم را گرفتین. چطور از چینایی؟ من مثلا خود راحت‌تر احساس میکنم روحاً. من دو دفعه کرونا شدیم به خاطر قدر زیاد ترسم ندارم دفعه اول 4 روز دستر بودم دفعه دوم اصلا نفهمیدم بعد از اون چون سفرها زیاد است گفتیم دیگه ضرور نیست باز کرونا بگیریم بیاین واکسینش هم بگیریم بله و دو واکسین هم گرفتم اصلا احساس نکردیم میگن که سردردی جان دردی اصلا چیزی نفهمید نبود و دوستایی که ما را بیننده هستن خصوصا کسایی که سنایشان بلندتر از 45 است شما لطفا به مرکز سی تشریف ببرین و واکسین بگیرین ان شاء الله که ببریم دیگه ان شاء الله مام دمی لیست هستم بخیر مام واکسین میگیرم 20 سال بعد ان شاء الله بعد از می پروگرام بخیر مثلا چت پلان دارم که واکسین بگیرم خب بله و خب همکارای اشاره میکنن که وقت محدود است بله. بعد از وقفه انشالله صحبت ها را ادامه میتیم اما مسئله مهمی است که خب یک پیام رسانی هم بکنیم از طریق برنامه که مردم از واکسین کرونا نترسن که فعلا یک ترس دقیقاً. بین مردم پیدا شده متاسفانه کشور دوست ما شما هندوستان به بسیار وضع بد قرار بله. داره و ما خبرها و یایشی که میبینیم نگران کننده است خداوند همگی را کمک کنه و این پاندمیک بخیر تمام شوه و بدون شک با گفته شما که تا به حال هم تاثیراتش هست و از روی همه ابعاد زندگی ما تاثیر کرده میریم دوستا به یک وقفه بعد از وقفه ما را همراه باشین اولین فامیلی که کمک خواهد شد مساعدت خواهد شد در بخش مساعدت افطاری
دوستان دوباره خوش آمدین. ادامه برنامه افطاری هست و بخش مساعدت ما قصه های بسیار دردناک و قصه های بسیار رنجاور را که ما تحت پوشش قرار میتیم متاسفانه، قصه های صدها هزار خانواده افغان است که با مشکلات فقر و بیچارگی و مریضی زندگی میکنن. خداوند همگی را کمک کنه و اگر شما میتونید کمک برسانین دریغ نکنین، این ماهش است و ماه صدقات است. امروز هم یکی از داستانهای زندگی که از زینب فرزند مهرآبدین 8 ماه است که تومور مغزی داره متاسفانه، پدرش کارمند شهرداری هست، در خانه کرایی زندگی میکنن، مادرش تکلیف اعصاب داره و یک داستان بسیار غم انگیز است. این داستان رو با هم میبینیم و در ادامه مساعدت به زینب جان. سگکم بسیار مریض استک، سخت تمبر مغزی ده فرقش استک، همقدر پیسه تادوی زمیر ندانی که ما تادوی کنیم، یک کنیم لگر پن بچیم قرص کنیم، تمام شفاخانه های فرانسایی تمام جای بردیم، همین دیگه نمون دیگه باقی و ما پیسه نمون دیگه، دختر موندم تو داداش دیگه. که تمی آروس خود است، بچه میج روزگار نداره، در شارواری هم کار میکنه، نفقید می اولاد خود نداره کی بته، اینا میال دنون صبح شام خود ما احتیاج هستیم، شگکای دیگه شیر میگه، اینا اما قطوانش نداره که برش بخره، ما 3000 پده اینم خانه کرام میده. خدا وش در سر من است همیار قدان من میخواد خوشگه که تو بدانی هر دفعه من سنم دختر بله شما قصه زندگی این خانواده را دیدین و پدرشان با ما در استودیو هستن آقای مهرآبدین خوش آمدین به برنامه بگوین در مورد زینب جان که چه وقت میشه که دچار بیماری هستن و دکترها چی گفتن در مورد تداویش وایت است که ما شفاخانه فرانسه رو برده برم شم اونجا دیگه چی کردن دمی دکتر اسمت هستن دیگه در بخش اتاق دوامش اونجا برده میشه در بخش اطفال اونجا که برده میشه بازوا که امی 3 ماینه رو برام چی کردن که یکی ماینه خون بود یکی ماینه چیش بود قلبش بود یکی هم دیگه ماینه همی سر چیز گراف که سرش بود یکی هم گراف چیش همی مغز چیش بود سرش بله خب بالاخره دیگه منجا همی کل ماینه رو تکمیل کردیم همی عکس سر زیر باز همی دکتر صاحب که سعی کردن باز ما را گفتن که بچه مارا رو هم سر وقت که مارا جان گفت دیگه این دختره که تان خوب نمیشه این دختره که تان بیاره خوب نمیشه دیگه دوا نکنین باز ما مرم دیگه راستی همی واقعیت همی دمینوه خیر باشه خیر باشه مهراب عزیز امروز در پروگرام افطاری آمدین شما متنای خیر ما پول فرستادن که انشاءالله تداوی شوند شما هیچ تشویش نداشته باشین خیر زندگی سختی و مشکلات خداداره مریضی خداداره و بدون شک اولاد توته جگر است دوست داشتنی است و اگر طفل آدم مریض باشه پدر مادرم رایش مریض می باشه خداوند شما را صبر بده قوی باشین ان شاء الله دخترتان 100% جور میشه بخیر با دعای دوستایی که ما را میبینن ان شاء الله که صحت مند خود شدن چی کار میکنین مهراب عزیز شما ما دیگه دنای 8 هستم دیگه دنای 8 هستم دنای 8 اونجا کار میکنم دیس دا شورولی اونجا کار میکنم باز روزای رمضان مصروف هستین کار میکنین خب خیر خیر مهراب عزیز ان شاء الله که امروز با مساعدت همکارانای عزیز ما بخیر زینب جان تداوی خواهد شدن واقعا جگرخون کننده است بله متاسفانه حس یک پدر است برای دخترش بله و تشکر از همه هموطنان مهربان من زندگی خالی از پریشانی و مشکلات نیست برای شما هم صبر میخواهیم و انشاءالله که حوصله داشته باشیم بله بله. و خب اسامی کمک کنندگان و مبلغ پولی که با برنامه امشب مساعدت کردن هموطنان بله. من خب به اجازه شما غضنفر صاحب بنیاد خیریه اجمل رحمانی روزانه 100 هزار افغانی بنیاد خیریه خیرخواه فامیل های نیازمند برنامه افطاری از ابتدای رمضان الی ختم برای یک سال بیمه صحی می نمایند
الحاج حبیب الله پیرزاد رئیس کمپینی های سی سی ال انترنشنال روزانه 50000 افغانی، بنیاد خیریه نبیزاده روزانه 25000 افغانی، بنیاد خیریه وحدت و الحاج توفیق وحدت نماینده مردم کابل در مجلس نمایندگان 25000 افغانی تا ختم رمضان، الحاج نورالدین زاکر احمدی رئیس عمومی مجتمع شرکت های بشیر نوید 20000 افغانی، از طرف کارخانه سیروم سازی ملی شفا تولید وطن 25000 افغانی تا ختم رمضان، عمر بشیلا از ایالت لس آنجلس آمریکا 18640 افغانی تا ختم رمضان، مروان از لس آنجلس 7448 افغانی، بنیاد خیریه نو نیم روزانه 10000 افغانی، این بنیاد برای کمک به افراد بی بزاد در آلمان تأسیس شده و فعالیت دارد، بنیاد خیریه اتاقهای تجارت بنگالی در افغانستان روزانه 10000 افغانی، بی بی حاجی از لندن روزانه 5000 افغانی، باشنده کابل روزانه 5000 افغانی، خواهر ما پروین پشتونوار از شهر لس آنجلس آمریکا روزانه 5000 افغانی، محمد قسیم امینی و فامیلشان از کشور ناری روزانه 5000 افغانی، راشد مالکی 15000 افغانی تا ختم رمضان، شهرام الکوزای و گیتی الکوزای شهر ملبورن استرالیا 5000 افغانی، بنیاد خیریه اچ پی 30000 افغانی تا ختم رمضان، کریم جان 12000 افغانی، بی بی حاجی عزیزه کاظمی و دوستانش از وانکوور کانادا 5000 افغانی، حاجی نور محمد قادری تاجر ملی از شهر مزار شریف 10870 افغانی تا ختم رمضان، بی بی حاجی از شهر اوکویل کانادا 5000 افغانی، بنیاد خیریه لبیل 15000 افغانی تا ختم رمضان، یکی از شرکت های وارد کننده ادویه از هتل پروان 20000 افغانی تا ختم رمضان، بنیاد خیریه ندا زاهد 10000 افغانی تا ختم رمضان، بی بی حاجی نادره و دکتر وحید از ایالت کالیفرنیا آمریکا 5162 افغانی، نام خدا کمک ها زیاد شده و لیست دوم میریم، فاطمه داوود از تورنتو کانادا 7600 افغانی، باشنده کابل که نخواست نامش یاد شود 5000 افغانی، فرهاد جان از کابل 13000 افغانی تا ختم رمضان، پاکیزه نظام عمر از کانادا 5000 افغانی، انجینر مهرآبادین از تورنتو کانادا 5000 افغانی، عزیز جیلانی و شاپیره جیلانی از کالیفرنیا آمریکا 7000 افغانی، بی بی حاجی همایرا الکوزه از ملبورن استرالیا 5000 افغانی، بی بی حاجی مادر احمد چایب از ولسبورگ آرمان 5000 افغانی، توحید چاس کابل 5000 افغانی، باشنده شهر کندوز 5000 افغانی، مرزی از ظفر و بی بی حاجی از وانکوور کانادا 5000 افغانی، هماین سعید 5000 افغانی، باشنده کابل 5000 افغانی، نرگس سوما 5000 افغانی، فامیل اسلمزاده از آلمان 5000 افغانی، از طرف فامیل جده شجاعی 5000 افغانی، بنیاد خیریه سناتور گلای اکبری 50000 افغانی که سهم امشب 50000 افغانی هست، حمزه و ولی احمدیار از فرانکفورت جرمنی 43500 افغانی فرستادن که سهم امشب 50000 افغانی است، زکیه نذیر از فرانکفورت جرمنی 6100 افغانی، زارا نذیری و یوسرا نذیری و بی بی حاجی نذیری از فرانکفورت جرمنی 60000 افغانی فرستادن که سهم امشب 50000 افغانی است، هاشم نذیری از فرانکفورت جرمنی 4400 افغانی، خانم گلغوتای نذیری، خانم گلغوتای نذیری با همکاری باشندگان شهر زوترمیر هلند 60022 افغانی سهم امشب 5000 افغانی، فامیل مزاریار 51348 افغانی که سهم امشب 50000 افغانی است، اصغر فخفورزاد از تورنتو کانادا 38963 افغانی فرستادن که سهم امشب 5000 افغانی است، فامیل کی و تی از وینزور کانادا 34512 افغانی فرستادن که سهم امشب 5000 افغانی است، مارینا پاکسات از هلند 10058 افغانی فرستادن که سهم امشب 5000 افغانی است، طرف مامگل تجار ملی روزانه 500 دلار، ظاهر یعقوبی 100 دلار، هیله قاضی و درینا نورستانی از ایالات ویرجینیا آمریکا 100 دلار، حبیب الله 100 دلار، فامیل نصیری از شهر آمبورگ جرمنی 50 دلار، خبرنگار 50 دلار، از آمریکا جنوبی 100 دلار، خلیل فیضی و مرحومه ملیحه فیضی از هامبورگ جرمنی 50 دلار، بنیاد خیریه تی کی آر 1995 از ویرجینیا آمریکا 50 دلار، از صدالله از تورنتو کانادا 100 دلار، فامیل هماین از لندن 100 دلار، وشمه و قیس 100 دلار، و لیست سوم تانیا مجیدی و رقیه از سان فرانسیسکو آمریکا 100 دلار، دلاغا از شهر خوجن تاجیکستان 50 دلار، حکیم کبیری از تورنتو کانادا 100 دلار، مرغله صالحی از هلند 50 دلار، علی احمد از واشنگتن آمریکا 50 دلار، آیا از واشنگتن آمریکا 50 دلار، مرید رحیمی از لندن 100 دلار، هاجر رحیمی از لندن 50 دلار، بی بی حاجی ماری غریبیار از هامبورگ جرمنی 2600 دلار فرستادن که سهم امشب 150 دلار است، آزاده جان از کالیفرنیا آمریکا 350 دلار فرستادن که سهم امشب 50 دلار است، سیمین اشرفی از لیون فرانسه 300 دلار سهم امشب 50 دلار است، نبیلا اسلمیار از فرانکفورت جرمنی 1000 دلار فرستادن که سهم امشب 100 دلار است، فامیل ای از اسن جرمنی 50 یورو، شبیر بیات 50 یورو که در مجموع کمک ها را جمع آوری کردن همکارای ما، 587220 افغانی 2300 دلار 100 یورو که به 2-3 مساوی تقسیم میشه،
قسمتی که به مهرآبدین عزیز میرسه به فامیلشان 293610 افغانی 1150 دلار و 50 یورو، اگر به افغانی تبدیل کنیم 387320 افغانی میشه که با یک کارت بیمه صحی خیرخواه خدمت مهرآبدین عزیز تقدیم میکنیم. و آقای غزنفر شما چقدر به اضافه میکنیم؟ ما 50000 شما اضافه میکنیم. خداوند شفا بده، انشالله که عملیات به خیر بگذره. خیر خواه صاحبم بیمیشان یک سال مفت استفاده کنیم. زنده باشین. بفرمایید مهرآبدین عزیز، به شما بفرمایید بشینید. به شما بیش از 430000 کمک شدم شب تفغانی، انشالله که به زینب عزیز شفا باشه. خوش آمدین. تشکر غزنفر صاحب. بله. و خب خانواده دومی که همراهش از طریق برنامه افطاری مساعدت و کمک میشه، غلام سخی 12 ساله است. بعد از وقفه است که انشالله. بله، غلام سخی 12 ساله است که ششهایش کیست داره، قصه زندگی این خانواده را میبینیم بعد از وقفه در ادامه برنامه با ما همراه باشه. بعد از وقفه میبینیم قصه شانه. بله، برگشتیم. در ادامه برنامه با شما هستیم و شما بیننده برنامه افطاری از طلوع. و تشکر از هموطنان مهربان و دلسوزمان که در بخش مساعدت برنامه افطاری با ما همکار هستند. و میریم به دیدن قصه فامیل دوم که غلام سخی 12 ساله مبتلا هست به کیست شش و پدرشان از فاریاب آمدن به خاطر تداوی پسرشان، و قصه زندگیشان را بیشتر میبینیم. تکلیفی شیش پیدا کرده، با شیشوش کیس پیدا کرده. بعد کیس پیدا کرده دونه همینجا بیاردیم، عملیات کرده دونه همین مشکل ها و تکلیف ها در جانی همیزی پیدا شده دونه. بچه هم یک سال شده بوده، همین گرد پیدا کرده بوده. با تعدایی در شهرهای میمانه بگشتیم. دیگه پیسه نیفتیم، یکونیم لگه پیسه را قرض دو لگه رو پیوردشتیم. در سرطه شش ماه که مردکه پیدا کرده بیتی میگه اگه پیدا نکردی میگه باز در سرش پیسه میمونم. پدرش سه سال شده که کور و نابینای از گوشوی هم کره. چهاردان اولاد دارم، پدرش هم نابینای. کسی اگه در همی بچه های خیرات اسقاط نروزگار ازیام تیر میشه، خیرات اسقاط میتیانه خود میانه نیمه کری و نسبه کری منونه. روزم ترشیده رفته ساده. بله، یکی از قصه های دیگی را شنیدیم که واقعا ناراحت کننده است. مادر عزیز ما در سیدو با ما هستن، خانم گلچهره. خوب هستین؟ سلام به شما. وقت بخیر میگذره، رمضان بخیر میگذره. زنده باشین. بگوین از خانواده تان، از اولادای تان و از غلام سخی بگوین. غلام سخی از شش کیس داشتم، دو عمل شده. دو دفعه عملیات شده. باز روز شنبه باز عملیات میشه. خب 12 ساله است. چه وقتی مریضی برش پیدا شد مادر؟ یک سال شد پیدا شد. یک سال شد. شوهر شما هم تکلیف داره؟ شوهر بیچاره هم پیش از خوب بود، تکلیف بود، روزمره کار میکرد، روزگارمون خوب تیر میشه. حال چی تکلیف داره شوهر؟ حال تکلیفش همیه که همه بار زور برداشت پشتش، هم چشم و نابیناش سه سال چی هم گوشا کرد. بار گرنگ برداشتن. او تاثیر به این کرده که چشمش هم نابینا شوه و از گوش هم نشنوند. آم 16 سره بود چی و هم در خانه هستن دیگه؟ بله. خب خب این روزگار چطور میگذره؟ روزگار خودم مقصد یک کالشوی من کالشوی میکنین در خانه؟ یک کسی رو میرم اتاقش میرفون. چند اولاد دارین؟ سه دختر دو بچه دارم. خب فرزند کلانتان؟ فرزند کلانم غلام سخی است. خب دیگه ناناورم نیست؟ از پشتی از او عبدالمطلب یکی دیگه است. خب باز دیگه سه دختر دارم، یکش 12 ساله، یکش 11 ساله، یکش 11 ساله. خب مکتب میرن مادر جان دختر کهتان؟ مکتب نه، مکتب نمیرن، ملا میخوانم، غلام سخی مکتب میخوانده. خب کال نمیتونه دیگه، مریض است. انشالله شفای عجل برش میخواییم، کمک های امروز رسیده به خیر که علاج شوند، تداوی شوند. و انشالله که بخیر جور شدن به مکتب هم برن و ای پول به شما هم کمک کنه، به خانواده که اقتصادم پیش بره. زنده باشین. خوش آمدید مادر جان. مبلغی که خودم از این بار دستان درد منه نمیتونم کاره، اگه یافتیم
میخوریم اگر نیفتیم سر. خدا مهربان است مادر جان، خدا مهربان است. پولی که به مادر جان میرسه 387320 افغانی است که نیمه دوم پول امشب. ما هم 5000 افغانی الان. بسیار خوب مادر جان، بگیرم ان شاء الله که خداوند شفای عاجل بده. مادر جان بیش از 430000 افغانی، 430000 افغانی شد که ان شاء الله هم برای بچک شما غلام سخی عزیز شفا باشه، هم به شوهر شما کورم به دکتر ببرین تداوی کنین، ان شاء الله صحتمند خواهد شدن و بازم به شما صبر میخوایم. خوش آمدید. شما صاحب یک کارت بیمه هم داده که برای یک سال مفت تداوی میکنن. بله، کارت بیمه سی است که شما میتونید اونجا تشریف ببرین و تداوی شید. شفا خانه یا بچم هر کسی خود اگه فامیلتون میتونم اونجا برم برای یک سال. زنده باشین. یعنی دام شفاخانه‌ای همین که همین شفاخانه ما کارت که ببرین برتون باز تمام معلومات بله برتون میگن. بله زنده باشین. تشکر. خب تشکر مادر جان. بریم به یک وقفه دوستا. بعد از وقفه لحظات افطار خود بود، برنامه افطاری را همراه باشین. برگشتیم در ادامه برنامه افطاری. مجنون جانم غذای امشب آماده ساخته و دور سفره افطار هستیم. مجنون سلام. سلام علیکم پیام جان. ان شاء الله خوب هستین مجنون عزیز. زنده باشین. پسانتر صحبت خود کردیم چون نزدیک به ساعت دقیق افطار هستیم. در لذات ملکوتی افطار تراوت وجودتان را با پارادایس احساس کنید. تشکر از حمایت کنندگان مالی ما و همچنان گلدن لایف محصول جدیدش موهیتو که با طعم نعنا و لیمو هست. بله. و میتونید در وقت افطار استفاده کنین. خوش آمدین قاری صاحب. بفرمایید. زنده باشین. خوب است ان شاء الله. سلام علیکم. خوش آمدید. خب مجنون جان بگو که امشب چی آماده ساختی؟ بله. سلام به شما، سلام برای برینداب، سلام برای میمان برنامه ما. زنده باشیم. لبخندت ما رو گرفت دیگه. لبخند همیشه از دیگه است. آه صد فیصد. روز از دیگه اگر لبخند نکنی مثلا معنادار نباشه. شما گلر بیزه سرش تاثیر کرده. آه نه صد فیصد. بسیار مزدار است. مجنون عزیز بگو چی است، چی چیزا است. خوردی سوپ کرد. آی خانم آماده ساختیم و فیز جان. خب بسیار خوب آی خانم است. بله مرغ داشی آماده ساختیم. طبق معمول سالات هر شب است. بسیار خوب. یک سوپ ویجیتیبل مکس است. بسیار عالی. نام خدا. نوش جان خدا کنه که مورد علاقه شما قرار بگیره. شکر شکر. اینا ما سوپ میخوریم. مجنون عزیز که خوشمزه است. بسیار سوپ مکس است. ویجیتیبل گفتید؟ بله. سبزیجات است. پالک، زرده، کچالو. والا. از ادو. بسیار مزه دار. نوش جان. خوشمزه است آقای غزنفر؟ بله بسیار مزه دار. خوب همه تو تندک و آقای محمدی را مره کسی یاد کرد. یا کسی یاد کرد یا مرچ یادتان کرد؟ آفین تو همه مرچ یادتان کرد. مرچ خور نیست از جان نیست. نه نه من میخورم شوخی میکنم. خب غزنفر صاحب شما در فامیل یکان دفعه سر به آشپزخانه میزنین نه کمک میکنین نمیکنین؟ و کیا هستین؟ شما را اجازه میته نمیته که شما یعنی مهارت دارین چیتو؟ ما یک چیزی که بسیار خوب هستم تخم مرغ است. خب امرای رومی بدون رومی کل امرای مردا خوب است. حفیظ جان روان میکنیم یک چند وقت شاگردی کنن پیشتان. آه مگان دفعه پیشم میسوزه تخم مرغ. متوجه نمیباشم بگنی تخم خودم میسوزه. خب کیا هستن در خانواده؟ مادرم است امران، در خانه خودم هستم، خانمم و دو دخترم. یک دختر مال رفتن و رسی که در بیرون هستن، فقط یک دختر، یک خانم، یک مادر. بسیار خوب. کابل هستین غزنفر صاحب؟ کابل زیادتر میباشم. کابل زیادتر میباشم. و کابل هم زندگی میکنن بله. خانواده؟ کابل مزار شریف. اصلا از مزار شریف هستیم که رفتن داریم. خب یعنی بیرون از افغانستان زندگی نمی کنیم؟ هستیم بیرون هم هستیم. چون ما 15 تا هستیم. 4-5 تا ما بیرون هستیم. 6-7 تا ما در افغانستان دو تا ما رو خدا رحمت کنه. نام خدا. بله خدا رحمتشان کنه. بسیار تشکر از افغانستان صاحب. بریم به یک وفا دوستا در ادامه برنامه افطاری ما را همراه باشید. برگشتیم در ادامه برنامه افطاری. روزه و نماز شما قبول باشه و مهمان ما آقای محمد اسماعیل غزنفر با ما هستند. بله. در استودیو انشاءالله که غذا خوشتان اومده باشه. بسیار مزه دار شده. غزنفر صاحب بیان قصه کنیم از اینکه شما خانواده بسیار بزرگ هستین و تجارت پیشه هستین و از دید شما اتفاق در یک فامیل چقدر مهم است، خصوصا کسایی که تجارت پیشه هستن. به خاطر از اینکه بعضا ما یگان قصه ها را میشنویم که وقتی که برادرها چی میشن باز یک ناراضیتی یا پیدا میشه و
حتی تجارت ازم میپاشم. خب و خانواده غضنفر خب نمونه بسیار خوبی برای بسیار نمونه فخرآور از بین اتحادتان همیشگی است نام خدا. میگن با دولتی از نفاق خیزد، بی دولت با دولتی از تفاق خیزد، بی دولتی از نفاق. دقیقاً خدا رحمتی آقا میره هر وقت که ما شب وقت دسترخوان میشستیم حتما این کلمه را جمله را یاد میکردن که اتفاق اتحاد یگانه چیزی است که فامیل جور میکنه، شهر جور میکنه، مملکت جور میکنه، بالاخره جهان جور میکنه. دقیقا فکر ما خیلی است که اصلا پاسپورت و سرحد و چیزا باید گم شود. خب کل ما انسان هستیم، یک کره زمین است، از کائنات سکن خورتر یک جای است. بله بله. به نام زمین. دقیق دقیق. باید کل ما یک جای زندگی کنیم. از چشم و از انگشتا میشناسین کی کی است. ضرورت به پاسپورت چی است؟ ضرورت به ویزه چی است؟ باید کل مملکت نه، کل کائنات حتی باید اتفاق افتاد شد. دقیقا. و خب از سرمایه و تجارتتان بگوین که چقدر این سرمایه در داخل افغانستان سرمایه گذاری شده و بیرون از افغانستان هم سرمایه گذاری کردین؟ نصیحت خدا رحمتی آقای بود که میگفت نان گدای باش جای گدای نی. ما در هر جایی که در بیرون رفتیم دفتر برای خود جور کردیم، فقط دفتر و خانه برای خود خریدیم، اصلا سرمایه گذاری در بیرون نکردیم. کل سرمایه گذاری غضنفر گروپ که 110-111 سال میشیم بخیر از عمر تجارت ما، کاملا در داخل افغانستان. شروع تجارت چی بوده؟ ما از راه ابریشم بابا کلان ما شروع کرده، 111 سال شدیم سال، از راه ابریشم شروع شده، بین وقتا شام و سوریه میگفتن بلخ و بخارا و طرف ها هم کاروان بوده. بله. از اون قصه هستن بعضی ها. راه ابریشم. بله. بعدن باز آقای خدا رحمتی آمدن دشار، از انخوی آمدیم اخچه، از اخچه آمدیم مزار شریف و کابل. ما وقتی که ما آمدیم در سال 1994 از فاکولته اقتصاد فارغ شدیم، ما الکترونیک انتخاب کردیم. ما و برادر ما ایسا ببرایم. ما دو برادر شریک شدیم، باز سه برادر شریک شدیم، باز چهار برادر هم قسم برادر هم بین هم شراکت کردیم و یه هم البته فکر خدا رحمتی آقایم بود. آشتا آشتا وقتی که طالبا آمد در وقت، باز ما از الکترونیک آمدیم به نفت و گاز و باز انرژی و باز بانک و باز ریفاینری و هسته هسته همه قسم کلانش کرد. وسط پیدا کرد. غضنفر صاحب چند پرسش کوتاه شما میکنیم. کوتاه اگر پاسخ بگوین، بهترین سرگرمی شما چی است؟ کار. کار. هیچ دیگه فرصت نمیکنین که یکان سرگرمی و یکان تفریح و یا کنین؟ کار برم تفریح است و تفریح هم برم تفریح است. خوب از همین تو که آدم با مشق کار کنه. مشق میورزم به کار، من کار نمیکنم. بله، بسیار عالی است. کدام کشور رو دوست دارین که بر سیاحت برین؟ کشور خودم رو دوست دارم. اگر از کشورهای بیرونی از ولایت های کشور خود ما را که میگین کدام ولایت خیلی بگوین؟ زیادتر سالنگ خوشم میاد، خوب یک تر تازه است، ولی مالندار سمت شمال یک کیف خود داره، هر ولایت ما یک کیف خود داره. وقتی جلال آباد میرم غذاهایش بسیار زیاد مزه داره، سبزی و ویژیتریان میشم. یعنی هر نقطه افغانستان برام خوشایند است، امیدوارم که بخیر صلح بیاید. بله غضنفر صاحب، کسایی که علاقمند هستن که تجارت پیشه شوند، از یک نقطه باید آغاز کنن، توصیه شما بر اونها چی است؟ از کدام جای آغاز کنن؟ چی چیزی آره به موفقیت میرسونن؟ به تجارت باید اول عشق ببرزن. بله. اگر عشق ورزیدن تجارت پادشاهش میشه. بله. از صفر شروع کنن. ضرور نیست که بگن حد یک میلیون دلار داشته باشم کار میتونم، مگر نه. ما رو خدا رحمتی وقتی که دو برادر در پیش روی دکان میشن بر ما $5 سرمایه داده بود. یعنی ضرور نیست، سرمایه اصل گپ نیست. بسیار پشکلان باشه. ورزیدن به تجارت انسان کامیاب میکنه و فالو اپ. بله دقیقا. بله. و خب سرمایه شما چقدر سرمایه مردمی است و برای رفاه و سهولت مردم به کار انداخته شده در افغانستان؟ اصلا کل سرمایه ما ملی است. ما هیچ وقت فکر نکردیم که سرمایه از ما است. ما فکر میکنیم که ما فقط به خاطر کار کردن در دنیا آمدیم، قسمی که خدا رحمتی آقای من میشه میگفت انسان به خاطر کار به دنیا آمده. وقتی که میخوای استراحت کنی زیر خاک رفتی، باز استراحت میکنی. بله. غضنفر صاحب، سخت‌ترین شرایطی که آمده سر شما چطور مدیریتش کردین؟ چطور از بحران گذشتین؟ به مشوره. و این روزا که خب نگرانی کل مردم صلح هست و آرامی ای وطن است، شما چی فکر میکنین؟ ما یک مثال میخوایم براتون بگم. فدراسیون اتاقای افغانستان وقتی که جور شد، ما 5 اتاق داشتیم که هر کدام از اینا خودش میگفت ما هستم. تجارت اتاقای محترم تجارت میگفتن که مثلا جنسا باید وارد شوه، صنعت میگفت نه باید واردات کم شوه، تعرفه ها بالا بره، باید کل تولیدات داشته باشیم. وقتی که آمدی چتر شد، هر 5 اتاق آمد، از هر اتاق مثلا اتاق تجارت محترم 5 نفر دادن و صنعت 4 نفر، زنا 3 نفر، دکاندارا 3 نفر، زراعت 3 نفر، یک هیئت مدیره جور شد، چتر شد به نام فدراسیون اتاقای افغانستان. ما اینا رو فهمیدیم که هر مشکلی که داریم در سر این تو یک دسترخوان حل میکنیم. اگر دولت ما، سیاسیون ما،
طالبای محترم، همسایه های ما که میگن مزاحمت میکنه، کل از اینا بیشنن سر همین سفره، چی میخواین؟ بیاین نمیره تقسیم کنیم، مال کل از این رخ متنا خورده نمیتونم تقسیم کنیم بین هم. افغانستان اگر سال بیا شما مطمئن باشین در 5 سال کل ما شما میلیونر میتونیم شیم، در 10 سال آینده کل ما شما میلیاردر میتونیم شیم، به خاطر که 3000 تریلیون دلار در زیر زمین داریم. اینا باید در زمین بریم، بدون صلح امکان نداره. دقیقاً صد تشکر، پیام بسیار خوب غزن فاصل. شما وقتتان گرفتیم، شما نوش جان کن غزاره قاری صاحب، ان شاء الله که همه چیز بدلتان است، ختم بخیر میگذره. بسیار عالی، زنده باشین. خب وقت ما بسیار محدود است، بازم بسیار تشکر از غزنفر صاحب که تشریف آوردن به برنامه، تشکر از خواهی صاحب و دوستایی که علاقمند هستن پول بفرستن، حسابای بانکی ما را شما میتونید ببینین. مریم جان، یورو، دلار و افغانی است. بله، و همچنان عزیزانی که در مورد حسابای بانکی معلومات میخواین میتونین به شماره واتساپ برنامه بر ما پیام بگذارین، 0711-99-53-33 شماره واتساپ برنامه هست. بله، و نعت بسیار زیبای ما آماده هست که با هم یک جا میشنویم به صدای بله به صدای رفیع جان دلاوری. صفی جان دلاوری، بسیار خوش آمدین، بفرمایید میشنویم تا برنامه فردا. خدا نگهدار. هر کی آمد، هر کی آمد به جان علی، فنا از فنا آن که پاینده و باقی است، خدا خدا بانگام که در معشر محمد مصطفی با خیر مقدمش آمدم، ز حق صد مرحبا آید گروه انبیا، یک سر عم صلی علی گوید، ملائک احمد گوید در جانب ندایت، تمام عالم و آدم با حسرت چشم در راش، که تا از عرش رحمت که تو از عرصه رحمت شای روز جزایت، بنازم غم گساری را که اردم از غم امت، صدای امتی آنجا زیر سر مویش جدایت، هزاران درود و هزاران سلام زما بر محمد علیه الصلاة و السلام.